خطای 50-54 زمانی نشون داده میشه که فایلی که دانلود کردین با گوشی شما همخونی نداره و سیستم نمیتونه اون رو بر روی گوشی شما سوار کنه. پس ترجیحاً از یک فایل دیگه استفاده کنین. اما اگه واقعاً بررسی کردین و چک کردین که این فایل با گوشی شما همخونی داره، باید از روشی با عنوان فرمت کردن استفاده کنین. گزینه‌ای رو در نرم افزار اسپی فلش تولز داریم با عنوان فرمت آل اند داونلود. زمانی که این گزینه رو فعال کنین و گوشیتون رو فلش کنین، گوشی شما فلش میشه. اما مشکلی که وجود داره اینه که سریال نامبر یا همون در حقیقت آیمیای گوشی شما میپره و از بین میره. پس در این زمان میتونین از نرم افزارهایی مثل MTK Droid استفاده کنین جهت بکاپ گرفتن از این سریال که میتونه مشکلتون رو برطرف کنه. در جریان باشین که در حالت فرمت آل اند داونلود یک فلش کامل و با تغییرات اساسی روی گوشیتون ایجاد میشه. یعنی در حقیقت فایل های حساسی مثل خود شماره سریال از بین میره و این رو زمانی گذاشتن که هارد شما معیوب باشه یا مشکلاتی از قبیل مشکلات در قسمت پارتیشن بندی های هارد وجود داشته باشه که مجبور به استفاده از این گزینه میشه. خطای بعدی با عنوان 82038 دیده میشه. زمانی که این ارور رو میبینین، یکی از دلایلش اینه که فایل مورد نظر کاملا زبان انگلیسی نیست. اگه فایلتون زبان انگلیسی نباشه، این ارور احتمال دیدنش خیلی بالاتر میره و یا حتی ممکنه آدرس فایلتون خیلی طولانی باشه. به عنوان مثال نرم افزار اسپی فلش تولزتون رو بر روی دسکتاپ دارین، اما فایل فلشتون در یک درایو و داخل پوشه های بسیار طولانی باشه. زمانی که آدرس طولانی میشه، نرم افزار به درستی عمل کرد نداره. پس توصیه میکنم زمانی که میخواین فلش رو انجام بدین، فایل رو به یک آدرس کوتاهتر انتقال بدین. البته زمانهایی هم هست که شارژ گوشیتون کمه، منظور خالی بودن باتریه، که این هم باز هم به همین شکل ارور خودش رو نمایان میکنه. ارور بعدی یعنی 8220 زمانی دیده میشه که گوشی شما روت باشه یا دسترسی به فایل های سیستمی داشته باشه. این زمان نرم افزار مورد نظرمون نمیتونه به درستی گوشیمون رو فلش کنه. خطای بعدی که دیده میشه به صورت متن نمایش داده میشه و کد خاصی نداره که با عنوان failed image uboot checksum دیده میشه. این زمان فایل مورد نظری در فایل های فلشمون قرار داره با عنوان checksum. میتونیم این فایل رو در داخل فایل های فلش از بین ببریم یا پاک کنیم و اون زمان مجدداً عملیات فلش رو انجام بدیم. احتمال اینکه مشکل شما برطرف بشه بسیار زیاده. PMT change for the RAM it must be downloaded. اگه این ارور طولانی رو دیدین، خیلی از دلایل باعث دیده شدن این اروره. یکی از اونها اینه که حالت دانلود آنلی برای شما جواب نداده و نرم افزارتون نمیتونه در حالت دانلود آنلی گوشی شما رو فلش کنه. پیشنهاد میشه که از گزینه فریمور آپگرید استفاده کنین و ببینین در اون حالت فلش میخوره یا نه. اگه باز هم جواب نداد، میتونین از گزینه دیگه‌ای برای فلش کردن استفاده کنین. اگه یادتون باشه گزینه بعدی گزینه فرمت آل اند داونلود بود، یعنی همون عمل دانلود آنلی انجام بشه ولی بسیار قوی تر، که در نهایت باعث پاک شدن آیمیایتون میشه ولی گوشی شما حداقل برمیگرده و روشن میشه و میتونین بعد از این کار سراغ ترمیم آیمیای برین یا حتی کاری که میتونین انجام بدین قبل از اینکه این فلش رو انجام بدین از دستگاهتون و از بخش آیمیای بکاپ بگیرین و بعد از فلش کردن در این حالت مجدداً آیمیای رو به گوشی خودتون معرفی کنین. ارور بعدی که وجود داره ارور فلشینگ ابورتد هست. زمانی که این ارور رو دیدین، ممکنه دکمه ولوم پایین رو در گوشی های سونی زود ول کرده باشین، چون این ارور در نرم افزار سونی فلش تولز دیده میشه. یکی از راه ها ولوم هست که ممکنه دچار این مشکل بشین. در کنار اون
سعی کنین همیشه از ورژن‌های بالاتر سونی فلش تولز استفاده کنین. البته نسخه های قدیمی اندروید های پایین تر مثل 4 و 5 و 6 میتونین از نسخه 9.18 و یا اندروید 7 از نسخه های 9.23 یا 9.25 استفاده کنین، اما اندروید های بالاتر رو سعی کنین بالاترین سولی فلش تولز رو برای اون در نظر بگیرین. آخرین راه حل فعالسازی گزینه آن ناونه. وارد بخش اکسکلود در نرم افزار سونی فلش تولز بشین و تیک گزینه آن ناون رو فعال کنین. حالا مجدداً فلشتون رو انجام بدین و احتمالاً مشکلتون برطرف بشه. در نرم افزار سونی فلش تولز زمانی که برای اولین بار این نرم افزار رو باز میکنین پیامی ظاهر میشه که قصد داره تا نرم افزار رو به سامانه و سایتی با عنوان گیت هاب متصل کنه. این فضا و این سامانه و این سایت در حقیقت فضایی برای برنامه نویسان. طراحی که این نرم افزار رو ساخته بخشی از اطلاعات رو در همین بخش گیت هاب قرار داده و اطلاعات و سورس ها اونجا قرار داره. اگه میخواین این ارور رو نبینین یا نیاز نباشه که حتما اینترنتتون رو غیر فعال کنین تا فلش رو انجام بدین، یا منتظر میمونین که عملیات بارگذاری اطلاعات انجام بشه و یا خودتون وارد سایت گیت هاب شده و فایل مورد نظر رو به صورت پک تهیه میکنین و بر روی نرم افزار خودتون سوار میکنین، وگرنه از زمانی که اینترنتتون رو قطع میکنین اروری رو مشاهده میکنین با عنوان cannot open git upload pack که در حقیقت پک آپلودی که مرتبط با این نرم افزاره بر روی سیستم وجود نداره. نکاتی که در عملیات نرم افزاری ما وجود داره و به غیر از ارورهایی که داریم اینه که همیشه در نظر بگیرین قبل از انجام هر گونه کار نرم افزاری از اطلاعات کاربر بکاپ بگیرین، در فضای اونها رو ذخیره سازی کنین، مخصوصا برای اکثر کاربرها اطلاعاتی مثل مخاطبین و پیامک ها بسیار مهمه. ویدئو و عکس رو میگذاریم اما مخاطبین بسیار ارزش بالایی برای کاربر داره، پس یا از نرم افزارهای گوشی یا از نرم افزارهای سیستمی مثلا همین واندرشیر موبایل گویی که معرفی کردیم و یا سایر نرم افزارها مثل واندرشیر تیونز گو که برای گوشی های آیفون بیشتر استفاده میشه و موبوروبو و خیلی از نرم افزارهای دیگه که تو اینترنت وجود داره استفاده کنین تا اطلاعات کاربر در یک فضای ذخیره سازی بشه و بتونین اونها رو برگردونین، و ترجیحاً سعی کنین با دو نرم افزار این کار رو کنین. یکی از چیزهایی که ممکنه برای شما پیش بیاد این که اطلاعات رو بکاپ میگیرین و کاملا 100% به نتیجه میرسین، اما زمانی که قصد بازیابی رو اون رو دارین میبینین که فایل به درستی خونده نمیشه، پس سعی کنین این اطلاعات رو با دو نرم افزار بکاپ بگیرین. و اینکه همیشه برای کار خودتون از یک کابل سالم و با کیفیت استفاده کنین. خیلی از کابل ها به درستی گوشی رو شارژ میکنن ولی برای کار نرم افزاری خوب نیستن، چون پورت دیتا و آلیاژ استفاده شده تو مسیر دیتای اونها کیفیت پایینی داره، پس همیشه کیفیت بالای کابلتون هم از نکات بسیار مهمه. پورت لپتاپتون باید کیفیت بالایی داشته باشه. سعی کنین از لپتاپ برای کارهای نرم افزاری استفاده کنین، چون در زمان عملیات نرم افزاری مخصوصا فلش کردن اگه قطعی برق صورت بگیره برای گوشی میتونه بسیار خطرناک باشه و حتی به خاموشی اون ختم بشه، پس سبکترین و معمولی ترین لپتاپ از حرفه‌ای ترین سیستم میتونه برای یک نرم افزار کار موبایل بهتر باشه، و شاید تنها چیزی که نیاز داشته باشین فضای کافی برای سیستم هست و در کنار اون سعی کنین همیشه یک هارد اکسترنال یا اینترنال فرق نمیکنه داشته باشین که فایل های فلش و فایل هایی که برای نصب سیستمی مورد استفاده قرار میگیره رو در اون فضا قرار بدین و همیشه اونها رو آپدیت کنین و آخرین ورژن ها رو استفاده کنین. ترجیحاً سعی کنین عملیات دانگرید رو برای گوشی انجام ندین، یعنی اندروید اون رو پایین نیارین و سعی کنین از آخرین ورژن اون استفاده کنین. درایور گوشی خودتون رو با بالاترین ورژن
ورژن استفاده کنین و اکثرا سعی کنین تیک USB دیباگینگ فعال باشه. به FRP فعال یا غیر فعال دقت کنین و میتونین با زدن تیک OEM unlocking FRP تون رو غیر فعال بذارین. اینها موارد و موضوعاتی است که به عنوان یک تعمیرکار نرم افزاری باید به اونها دقت کنین و غیر از این میمونه تجربه شما به عنوان یک نرم افزار کار. روز خوش، خدا نگهدار. طراحی، تدوین و ارائه شده توسط مجتمع آموزشی پاک.